جسارتاً این انتقاد در فضای ذهنی این دو نسل به شما هم وارد است که در انتصاباتتان و انتصابات اخیر هنوز هم از همان نسل‌های ابتدایی اول و دوم انقلاب استفاده می‌کنید و جوانان نقش کمی در انتصابات را دارا می‌باشند. من می‌خوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اونم این که ما سطح توقعاتمون یه ذره تغییر کرده و اومده پایین. سال گذشته آقای حاج علی اکبری به عنوان مثال، به عنوان یک شخصیت دانشمند و برجسته به امامت جمعه تهران منصوب میشن و ما خوشحالیم و در فضای مجازی تقدیر میکنیم که امام جمعه جوان تهران منصوب شدن و خوشحالیم از این اتفاق و واقعا بسیار زیبا بود برامون این موضوع. اما خودم داشتم فکر میکردم که ما آی خامنه ای رو داریم که خودشون در آستانه 40 سالگی امام جمعه تهران شدن و ما الان مثلا نسبت به انتصاب امام جمعه 55 ساله تهران خوشحال میشیم. ببینید آجون، برای اینکه جوانهای مورد نظر شما مسئولیت‌های مدیریتی قابل توجه رو، حالا نمیگم حتما وزارت، چون مدیران رده‌های میانی زیادی هستن که میتونن فعال بشن، جوونا این مدیریت رو به عهده بگیرن، راهش اینه که دولت به وسیله یک جوان تشکیل بشه. اینی که من گفتم جوان حزب اللهی، این به خاطر این، یعنی بالاخره وقتی که حالا مثلا فرض کن یه جوانی در همون سنین متناسب، نمیگم حالا جوان 25 ساله رئیس جمهور بشه من با مثال، و واقعا آدم متعهدی باشه، این طبعا افرادی رو که انتخاب میکنه از بین جوانها خواهد بود. این کلید کار اینه، الا با توصیه و با اینها خیلی صورت نمیگیره، مشکله. حالا مقایسه با اول انقلاب هم یه قدری مقایسه ناقصی است، یعنی اول انقلاب آدمایی که بتوانند کارها رو به عهده بگیرن و تجربه داشته باشن واقعا نبودن، الان هستن، پیرمردم نیست اما جوون 30 و چند ساله و 40 ساله هم نیست. اینو وقتی که داریم نمیشه، یعنی مصلحت نیست، درست نیست که ما این آدم رو در رأس کار نگذاریم و از امکان کارش و از تجربهش و از تواناییش استفاده نکنیم. انشالله که بریم به سمت اینکه جوانها رو در رأس کارها قرار بدیم. دلمون بخواد این بشه. انشالله.